سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به جی تی ای پارت 15 فارسی. یه تماس داریم از آقای وینی. به خاطرت به سازمان دست پورت زدین دیگه. تمومه. آره خودم دیدم. منو چه کارت سنتر ببین تا روشنش کنم. گفتم دیگه تمومه دیوی، کارمون همینجا تمومه. نازت ممنونم، هر کاری بتونم براش میکنم. ولی چوچرور به مری فدر حمله کردین مرتباً، این سخترش کرده. خب این مشکل تروره. مشکل هر کی هست، بدون اجازه و احمقانه بود. تو دفتر من سرک میکشن، واقعا باید حرف بزنی. واقعا؟ یعنی حتما؟ به به، خیلی خوب، باشه. میام کورتمرتر، همونجا میبینمه. این اتفاق افتاد و این پارت بریم کورتمرتر. من کجای متر ولان پیشه. به به، اینترو قوی داشت همه بی. واقعیت رو گفت تا باله. بچه من وزم خیلی رفته بالا، خیلی که واقعا چاقی شده بدیه. یعنی من وزم یه 10-20 کیلو رفت بالا، اصلا نمیتونم از جام پاشم دیگه. واقعا اونایی که خیلی چاقن، واقعا نه، واقعا آدمای خیلی قوی هستن من نظرم، خیلی قوی تر از آدمای لاغرن. چون حاجی یارود عضله داره قشنگ، وقتی میتونه اون همه گوشت و چربی رو بکشه بالا باش راه بره، حتی واقعا آدم پرزوریه. خب لاو روتاندا کورتز. اوکی با دیو ملاقات کن. دیو کجاست؟ با برم تو؟ با برم تو. نایس. گفتش بیا تو دفترم. طبیعتا دفترش توه دیگه. دفترش توه. آجی عجب جای لاکچریه. نایس. همچین دفتری بزنم بچه ها. کار خاصی هم توش نمی کنم. شاید ویدیو بگیرم. دفتر تو تراس مهندس. دیوی، به خاطر همین ما دوستای خوبی هستیم مگه نه؟ ما سنتی کاریم، چیزای قدیمی دوست داریم، روزنامه، مجله، آدم خوبا، آدم بدا. ما دوستیم؟ نمیدونم، خودت بگو. کاری که خواستیو کردیم، اون آدم ها رو از سرت وا کردیم، حالا تو هم به حرفت عمل میکنی و دست از سرمون بر میداری. خب اوضاع دقیقا اینطوری نمیشه، یه مشکل کوچیک هست. آفرین دیوی خان، همینه. سیف، گفتم من به این میرسم. نه که تا حالا به همه چی خیلی خوب رسیدگی کردی. باشه، اعتراف میکنم بعضی چیزا از قلم افتاد. از قلم افتاد؟ تو جنگ زری به سابقم. مامور سانچز، آقایونو دستگیر کن. اوه، دارید شوخی میکنید؟ برای چی دستگیرم کنه؟ برای تمام اون جرمایی که تو روز روشن مرتکب شدی. پس بهم حق بده بپرسم چرا؟ چرا؟ آره، چون میترسی برم توی دادگاه و بر علیه تمام معاملات گندمون بر علیه شهادت بدم. ها مامور سانچز، مسئول دستگیر کن. مامور سانچز، شما همچین کاری نمی کنی. وای سیف، ما توافق کردیم که با مایکل صحبت کنیم، قرار شد تا همه چی رو براش توضیح بدیم، نه اینجوری. اینجوری برای هممون مشکل میشه. باشه باشه، سلاحاتو رو بذارین زمین تا حرف بزنیم. بعد تو رفیق، تو به هم اعتماد نداری؟ یه حرف بهتر پیدا کن. سازمان به اینکه ممکنه من پشت این قضایا باشم شک کرده. آها، پس بازم میخوای برم گنگکاری تو تمیز کنم؟ آره؟ که بعدش بازم بخوای سرمو بکنی زیر آب؟ آره، موفق باشی. سلاح ها رو بذارید زمین بچه ها، خوش گذرونی تمومه. گرفتیمتون. فعالیت های ضد کشوری. سلاحاتون رو بندازید رو زمین. شماها دیگه با کی هستین؟ با من. میخوان عوضی، میدونستم جرباز اگه این کارا رو نتاری. محض اعتنای تون من وطن پرستم، من عاشق کشورمم. گفتم سلاح ها زمین. او یکی ببن، همه میدونن شما سازمانی ها دست به هر کاری میزنین تا دو قرون به بودجه سازمانتون اضافه بشه. اسلحه ها رو بذارین زمین آقا جون. اونا دیگه کیان؟ مری فدر لعنتی، اونا دیگه اینجا چی کار میکنن؟ یه سیف، اصلا تو بذار زمین. بازم همون پا. ایوال نه، چرا گفتم؟ آها، به این که بخواییم. آره، تا وقتی اینا ریختن سرم جایی نمیتونم برم. دیو دقیقا مهندس، تو چجوری اللای همه اینا رد شدی رفتی؟ این آدم ها از کجا اومدن لعنتی؟ چه بلایی سر هینز اومد؟ در رفت یا نه؟ ولی حاجی یارو قبول نیست. حاجی تو میشه سند بچه های سازمان خودی زیاد کاری نهارن. 120 سپور کرد رفت. دارم اشتباه میکنم یا واقعا همه میخوان ما رو بکشن؟ من یه خورده شک برات نداره، باید خود بخود غم چیز نکن. همه میخوان بکشن دایزم. خب مهندس جان بیا بیرون عوضی. خب
سل ترسو کجا داری فرار میکنی؟ غلط به آخی ترور چی شد؟ هی اگه قرار باشه کسی تو رو بکشه اون منم. اومدی کاری آره نه نه, نه. برای یه کار دیگه اینجام. حالا برو. من برگشتن شما خیلی رومانتیکه ولی یه تیم از مامورا دارن بهم حمله میکنن. گوره باباشون بلاده برنامه بچواده اون همون کسی که برای پشت دومارو ده سال از خود کرده بچواده برای چشمم تو چشمش نیفته. خب همه رو میکشم. ای بل وایسا وایسا تره بره. اوکی کسی دیگه نیست. نایس زیاد بالگردشون افتاد. اومدم یاب قبل اینکه بریزم چرا مرد. ایده قشنگی بود ولی اون بالا میپریدم یا میشه بری بده بود. خدایا یه بالگرد مری بده دیگه. زیاد اینم از بالگرد مری بده. اینم اسپیس چی شد؟ دیو دو تو میخواد اونم بکشه؟ من اسیبو نمیخوشم. خدایا بهش نزدیک میشم سعی میکنم کنترلش کنم. البته اگه زنده از اینجا بریم. خب ایزی بازم مری بدر. ای بلا آلی شد. مری بدر اینجا چه غلطی میکنه؟ خودش بگو تا سوافی با قطاران که شیشن دوستی میکنی. نه بیخیاد فقط میخواستم دو قرون پول در بیارم. دو قرون شما را انداخت این وضعیت. حالا نمیدونم چجوری از این وضعیت خلاص شم. بچه ها به خدا اولی که بلا تو گفتم چقدر حال میده اینجا یه فایت بد داشته باشیم ولی گفتم مثلا نگم خودم ولی از اینکه که میشد ساختمونه رو بید رو بید هم یه سلطان این از این این از این. خیلی خوب کار من اینجا تموم شد. من باید برم. نایس برو بلادی بلادی پارکینگ این بره. با وجود این همه نیرو قطعا باید تو پارکینگ ماشین باشه. تا جایی که میتونی بین خودت و اینجا فاصله بنداز. تا وقتی هم که اوضاع درست نشده با هم تمام پاس نگیر. من ماشین خودم میخوام. خب صحبت کن. اوکی من اینو برمیدارم. بدرود مراقبت کن دیو. شبله تر نمیخوام ماشین خودم کو ای جان حالا اینم راضی هم به مثلا اینم باشه بد بریم با فراری فرار کنیم دشمن رو گم کنم. سو ایزی بیبی اینجا ببین ببینیم کیکشو میزنه. ایزی من ایزی ایزی آجی چه تیرایی زده به ماشینم. دهن سرویس دیریفتو داشته باش. اما ماشاءالله ده اینجور بزرگ آجی نم ماشین خوبی ها. حتی سرصداش خوبه فعلا. کنترولینگش خوره پایینه. من تو دهنت. دوستان اون بالا خسته نباشید عزیزم. تو را خدا نه تو را خدا گوزو دیدی؟ سازمان اون ور دهنمون سرویس شد. اناقا تا دیدی بده کارم هست. خب تلور اینجا کارم داره. آه چقدر خوش گذاشت. داری چی کار میکنی؟ سیگار میکشی؟ نه 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 برات بده مگه نمیدونی؟ آره شاید به خاطر اینه که وسط تیراندازی خفن بین دوتا سازمان دولتی و یه ارتش خصوصی گیر افتاده بودم. خب یکم استرس گرفته. باشه ولی بازم سالم لازمت داری مایکی. یعنی حداقل فعلا. البته مگر اینکه اتفاقی افتاده باشه. ها مثلا دوستای قدیمیت خودشونو رو کرده باشن. این داستان تقصیر دیو نبود. نه نه او فقط یه دوست فاسد دولتیه که میخواد تو کارش پیشرفت کنه. اونم با معامله با آدمای فاسد و گربه صفت و خالی بندی مثل تو.
گوش کن تروبر. من میخواستم بگم چرت و پرت. چه میخواستی بگی ها؟ که از پشت به هم خنجر زدی؟ یا همیشه بی وجدان بودی و خواهی بود که جاش زیر خاکه نه رو زمین؟ پس برای چی برگشتی اونجا؟ خودت میدونی برای چی؟ اوه نه نه برای چی؟ آخرین سرقت بزرگ. و اگه خوب پیش رفت حدس بزن دیگه با تیر نمیزنم تو کلت، ولی اگه بد پیش رفت بازم خوبه، چون مثل مرغای عاشق میفتیم زندون و همیشه با همیم و هر روز عذابت میدم. پس بگمونم حله. آره زنگ بزن لستر ببینم. بذار رو اسپیکر. هی منم. میدونم، چطور شد؟ فوق‌العاده، به دوست قدیمی برخوردم، در واقع نجاتم داد. آه پس الان ما دوستیم. آه پس وقتش همو بغل کنیم. اون میخواد تو آخرین پیروزی کنارمون باشه. خیلی خوب، هر وقت آماده شد بهت زنگ میزنم. و یادتون باشه آقایون، اگه این کارو بکنیم تاریخ ساز میشیم. یه تاریخ زشت و کثیف میشه خب، ولی بازم تاریخه. ایول. خیلی خوب، راحت شدی؟ توپم و یادت نره رفیق، چارچشی میپامت. ناره اصلا برای مهم نیست. ایول حاجی، ایول. خب من یه مشن بیشه فرانکلین دارم، درسته؟ بذار مشن فرانکلین رو برم. احساس میکنم مشن فرانکلین باید مهمتر باشه. فرانکلین مگه خونه جدیدشو نگرفته؟ پس چرا الان؟ احساس میکنم هنوز مثل بدبخته داره زندگی میکنه. ایول بالاخره حاجی گرم سمت خونه میبینم چیه. من میگم خدا این خونه رو بهش داد، ولی چرا بس... تو میری فری، حیف نی با این ماشین خوشگل نریم اونجا. بیا پایین کت شروالی خوشگل بچه پایین برنامه. به باباته. بذار ببین، برای این سرپناه جدید فرانکلینه، با پارک وسیله نقلیه در گاراژ میتونی اونو ذخیره کنی. نایس. چه کلاهی منی گذاشته بودی بعد کل دستته، جالبه. و کلاتو در بیاری. مرسی. بریم تو. اه دیالوگ داره. چرا دیالوگ نمیگه؟ دیالوگ داره اینجا. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ یعنی واقعا خوشحالم که اینجایی. یا بیا تو. نمیتونم بمونم. چی شده؟ قضیه لاماره. خب چرا اینو به من میگی؟ قضیه بهترین دوستته، بهترین دوست زندگیت. واقعا بهترین دوست من؟ رفیقمو میگی؟ آره برو بابا. یعنی میدونی منظوری نداشتم، ولی آخه اونا بوی درد سر میدن. لامار، استرچ، هنوز هم دارن ول میچرخن، انگار بعد این همه سال هنوز گیر کردن تو گذشته. پس این آینده است؟ خونه به این بزرگی که توش یه نفرم نیست بهت اهمیت بده؟ وقتی به من ساخته به تو هم میسازه دیگه. من دارم ازدواج میکنم فرانکلین، با یه دکتر نه یه قاتل. پس اینجا چی کار میکنی؟ من نگران لامارم، باید کمکش کنی. اون برای من دیگه تموم شده. من الان دیگه یه تاجر بین المللی ام. دیگه از این به بعد یه مدیر عامل با کلاس بی معرفت عوضی ام. خیلی پستی. چی؟ نگفتم که بری خواستگاری لامار، فقط میگم به خاطر یه داستانی جونش در خطره، استرش براش تله گذاشته. کل زندگیم در حال نجات جون اون پسره احمق بودم و هنوز هم دارم تاوان میدم. گو. پس یه بار دیگه هم برو این کارو بکن به خاطر من. به خاطر تو؟ به خاطر تو آخ دکترت؟ من تو لامارو دوست دارم، ما با هم بزرگ شدیم، ولی این زندگی نه به درد من میخوره نه تو عوض نشدی. نه واسم مهمه چند تا ماشین داری، نه اینکه چند تا آپارتمان داری. اگه اینا رو با هم به دست نیورده باشیم هیچ ارزشی برای من ندارن. عزیزم ببین، من عوض میشم. نه نمیشی، هیچ وقت نمیشی. حداقل برای خودتو کاری که میکنی ارزش قائل شو. اگه بذاری اون پسر بمیری از اونی که فکر میکردم پستری. گوش کن، اون رفته یه چوب بری تو خلیج پولیتو. اصلا هر کاری میخوای بکن. ببین لستر. هی فرانکلین چه خبر؟ هی مرد، یکم تو شرایط بدی هستم. رفیقم لامار تو تله افتاده، گمونم باید توی چوب بری طرفای خلیج پولیتو باشه. میشه با کامپیوتر جادو کنی یه نگاهی بندازی؟ اصلا شدنی هست؟ باید باشه، هنوزم از سرقت آخری که کردیم به شبکه پلیس خلیج پولیتو دسترسی دارم. یه ثانیه به مهلت بده. وایسا. آره خب چی میگه؟
باید همین باشه. قبلا گزارش شده یه گروه آفریقایی آمریکایی صاحب یه مزرعه حشیش هستن. پروندهشون مختومه شده، پس قطعاً به پلیس رشوه دادن. یعنی اونجا دارن مواد تولید میکنن؟ احتمالاً تو تپه‌ها، ولی شاید بسته‌بندی و انتقال از چوب‌بری باشه. حدس میزنم تعدادشون زیاد باشه. لعنتی. اوکی. از کمک لازم دارم. میشه به مایک و تریور بگی بیان اونجا؟ آخه اونا آبشون با هم تو یه جوب نمیره. بگو به خاطر من دیگه، خیلی واجب. ازت ممنونم من. اوکی. آجی دختر همینه، میاد وارد زندگیت، میاد خونه خرابت میکنه، بیارت میکنه، بعد میاد میگه که آره، البته همه دخترها نه. اصلا همه دخترها نیست، ولی اینجوری دختر دخترها رو دیدید مثلا میاد آخرش هم خیلی بابا هر کاری دوست داری بکن. نه تو را خدا، من رفیقم به خاطر تو برم نجات بدم. ان خانم، بابا دکتر ازدواج کن، ببینم چه انی میخوای بشی تهش. موقعی که یکی تو خیابون من خفتت کنه بذار همون دکتر بخیه کنه برات اون جایی که زد پاره پورت کرده. کثافت نک بعد. آخه تو رو چه به ماشین؟ دقیقاً. آخه تو رو چه به این گوخوریا دختر؟ ای رفت تو مخم آقا شنگ. باز هم میگم فقط این کاتگوری از دخترها که از 100 تا یکیه اینطورین. وگرنه واقعا خیلی از دخترها دخترای گلی هستن. بعد حاجی خیلی باله میگه آره من دارم با یکی دیگه ازدواج میکنم ولی به خاطر من برو رفیقت. دیدید مثلا بعدی دخترها چیزا دوست دارن دیگه، مثلا بشینید غیبت کنی فلان نکن روزو مثلا دختر داشتی سکانس ها رو میگفت فشاری نشدم بعد شما هم مثلا دارم غیبت میکنم. باحاله دیگه، دی کاتگوری بانوان همچین چیزایی باحاله فانه، سرگرمی طور میشه بعضی اوقات. خب دوستان یه پرش موفق داشته باشیم به سمت اینجایی که باید بریم. نوکرتونم دوستان گل، بهترین پارک توی تاریخ بود آجی. میخوایم لاما رو نجات بدیم نه اینکه تحویل بدیم. ای بابا باز شروع کردیم. میشه خواهش کنم یه لحظه خفشی بذارید یه نگاهی بندازم ببینم چیه؟ لستر میگه اینجا محل تولید مواده. خیلی کار بدی میکنن. کلی بالاست اینجاست میدونی، بالاست. دستم خورد. باز جنگیدن فرار میکنی ولی من صاف میرم تو شکمش. خدا دستم خود رد شد، ولی خب طبیعتا میخوایم حمله کنیم و اونجا رو بگیریم دیگه. اینجا اومدنی چند تا ورودی خوب دیدم. شماره یک ورودی سمت راست، آسون ترین و نزدیک ترین راهه ولی سخت ترین. شماره دو What the fuck؟ سمت چپ من اتفاقا یه بولدوزرم اونجاست که میتونید باش حمله کنید. من از همینجا میرم، صاف میرم تو شکمشون. بیا سه تا یکی بریم. دارم میرم تو موقعیت. بیا سه تا یکی بریم. مایکل بالاتره، مایکل رفته بالا به احتمال زیاد. اوکی دو طرف نه. ایوان پس با هم میریم. آره بریم. خیلی خوب با هم دیگه بریم خیلی بهتره. خب من فقط بدونم که مایکل بگو که اسنایپ گرفت. ایوال اسنایپ اینا که اسنایپ این شکلیه. خب اسنایپ این عزیزمون باگ خورده. رفیق دیلاغ من کو؟ زنده بود بچه های چمبرلین. بهتر حال رفیقم میزون باشه. اگه رفیق ما رو بدید میریم. الدی کجایی؟ میشه بگم مایکل دقیقا چی کار داره میکنه؟ باستان پیش هیچ کار نمی کنه. لامار منم فرانکلین. ای لامار کجاست؟ آه خدا گیرانداز. خوشگل من که زوم زوم کرد. اوکی این از این دادمش توی کیو کجا ایزی 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 برید برید جلو برید جلو این جلو سرتون رو نمیبینم خدا وکیلی. خب بریم 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 اینا هاش لامار اینجاست. وقت رفتنه بجو. میدونستم بالاخره میای داداش. آره شانس آوردی زود باش بریم. ما بجو دارن زیاد میشن بجو امید بچه ها بریم. اون یارو روانی هم اینجاست. ای تریور. آره لامار بزن بریم بیا. کجا کیو باید بزنم؟ تو دیدرس من نی یه جا تکون بخوره زدمش. دیدرس من نی وایسا. دارید پاتون رو از گیلیمتون دراستر میکنید. بیا نشونشون بدیم گنگستر باقی کیسی ها. گنگستر دستگیر میشه. بیا این جوجه فکولیا رو بگیریم. اگه زنده موندیم قول میدم دیگه از این کارا نکنم. این ذره همه زیاد میزنن طبیعیه. باید همونجا تو شهر میموندید.
سرم درد میکنه واسه این جور چیزا. دیگه سر درد نکنه لطفاً، چون وقت نداریم ناموسن. برید پی کارتون، بذارید بریم. بریم. من از پس خودم برمیام. برید 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 برید. بریم. ای جی، به کارمندا تو کلاب رقص بگو به داداشت نوشیدنی مجانی بدن. شنیدی؟ لعنتی، توالت خوبه؟ آره داداش، فقط یه ها عوضی ها غافل گیرم کرده. چجوری از اینجا سر در آوردی؟ من هیچ فرصتی برای پول در آوردن از دست نمیدم سیاه، خودت میدونی. ایول، ماشین مایکل میشه سوار شد. آره و همچنین فرصتی برای مردنو. تو همیشه خدا بدبینی. نه، من واقع بینم و تو واقعیت همه میخوان دخل جنابالیو بیارن. آخه اعتمادت کجا رفته رفیق؟ موقعی که واسه دوین وستن ماشین میبردیم چشمم به اینجا خورد. البته هنوز خودون کارمونو درست حسابی نگرفتیم. دیدم جای خلوتیه، بعد زنگ زدم استرج اونم گفت یه مشتری اینجا داره که میتونیم بهش جنس بفروشیم. اصلا وقتی فهمیدیم محل معامله اینجاست به چیزی شک نکردیم. ای مرد، من اون موقع خبر نداشتم، فکر کردم میریم مذاکره بکنیم. مذاکره؟ بیخیال سیاه، تو هر بار که پاتو از خونه میذاری بیرون باید منتظر مرگ باشی. هر جا پیش هر کی میری قبلش باید آماده یه کشتار بزرگ باشی. ببینم، تو مطمئنی؟ آخه من فکر میکنم یه چند باری. آره از این حرفم کاملا مطمئنم. روزید شما زندگیت نفرین شده است، چه سر کار، چه وقتی که بیکاری، چه حتی وقتی که درباره آب و هوا حرف میزنی. یکی داره نقشه میکشه بیاد بکشتت. ببین همیشه وضعیت همین بوده سیاه، همیشه پای خطر وسط بوده. شاید از وقتی که وضعیت خوب شده اینطوری فکر میکنی. ببینم یادت رفته وقتی تو محلی باید تومونتو صفر بچسبی تا نبرنش؟ اصلا اینطور نیست. چرا سیاه؟ دقیقا همینه. من نسب تو نیست. میام برای خودم یه حرکتایی بزنم، میرینم قشنگ. آجی من کرم دارم، دوستم یه بار دیگه اینجا رو موافقیت ببینم. تو مطمئنی؟ آخه من فکر میکنم یه چند باری. آره از این حرفا کاملا مطمئنم. شما زندگیت نفرین شده است، چه سر کار، چه وقتی برای پول در آوردن از دست نمیدم سیاه، خودت میدونی. راه شهری میرم، خیالم راحت. خب بچه حالا دارم انداختم رو بزرگا و اینو آدم دارم رندگی میکنم. چه حتی تو محلی باید تو مونتو صفر بچسبی تا نبرنش؟ اصلا اینطور نیست. چرا سیاه؟ دقیقا همینه. من مثل تو نیست، من از هر فرصتی استفاده میکنم. میدونی چی میگم؟ من مثل تو عادت ندارم برم برای کسی شاگردی بکنم. نگران نباش، حواسم به تو هست. ببین من کسی رو نداشتم که به هم جرمای با کلاس یاد بده. مرز من مثل سابقه، تو هم که هیچ وقت کمکی نمیکنی. چی گفتی؟ پس این چی بود؟ به نظرت من و مایکل و تریور داشتیم چه گویی میخوردیم؟ آره مثلث مرگ، هر بالاستی که شما ستاره با هم ببینه حسابی میترسه. یعنی میگی نباید اونا رو میآوردم؟ مگه خودمون چش بود آخه؟ فقط سیاها به سیاها باید کمک کنن. آخه چه خدا شفات بده. من هر کاری تونستم کردم که حتی نظرم یه خط رو صورتت بیفته. من میتونم از پس خودم. آجی خوب بر بیار سیاه. آره دیدم. خیلی خوب، دفعه بعد نیا داداش. اصلا اگرم اومدی اونا رو نیار. خیلی خوب، تو رو خدا از دفعه بعد حرف نزن. بهتره یکم آدم باشی و دیگه تو دردسر نیفتی که دفعه بعد. من قسم خورد. چه محل بودن همینه فرانک. تو محل همیشه از این خبر است. پس چرا این بلاها سر آدمای سر به زیر نمیاد؟ خب من از اونام که واسهش اتفاق میفته. میشه تعریف کنی اونجا چه خبر بود؟ هیچی داداش، همون خبرهایی که همیشه تو محلمون هست. آدمایی که تو محلن با آدمایی که تو باهاشون میگردی خیلی فرق داره. مرد همه اینا زیر سر همون استرچه، باید یه روز به حسابش برسی. مرد استرچ بره به درک، فکر کردی برام مهمه؟ برای من مهمه. دوبار ما رو فنا داد. ولی الان همه آدمایی که برام فرستاد مردن، دیگه نمیخوام پیشو بگیرم. نمیخوای؟ با این کارش نزدیک بود تو رو به کشتن بده. ببین سیاه، قانون محله همینه، ولی الان میبینی که زنده. فعلا زنده. فعلا مطمئنی استرچ خبر نداشت میخوان منو بکشه؟ برعکس اون میدونست، همه میدونستن استرچ میدونه. حتی تانیشا هم میدونست که استرچ میدونه. انگار فقط تو بی خبر بودی. لعنتی پسر، نمیدونستم استرچ اینقدر موزیه. یعنی تو نفهمیدی؟ استرچ از همون اولش هم داشت بازی میده. ببینم، یعنی از قبل؟ حتی قبلتر از اون، از همون روزی که دیو بالاسا یهو ریختن سرمون تا ما رو بکشن. ولی خود استرچ دیو رو کش. این تنها راه نجاتش بود. مگه ندیدی بعدش چقدر عصبی شد؟ اگه بات رو دروازی نداشت عمرم باهامون میومد. سب کن، ولی اینم بهم بگو، اگه سرج با من مشکل داشت پس چرا برامون معامله مواد جور کرد؟ یادت رفته اون با بالاسا سوال کردش، برگشت و ما رو فرستاد گرو استریت خرید.
آفرین زدی تو خواه. یادت بهمون جنس تقلبی داد؟ دقیقاً. یارو برای استرچ کار می‌کرده. دقیقاً. لعنتی اینطوری فکر می‌کنی؟ به نظرت منطقی نیست؟ من دیگه نمی‌دونم مرد، شاید تو درست میگی. استرچ تو زندون واقعا خری خورد و می‌خواست ما رو تومه کنه، ولی ورق برگشت. این ما بودیم که گروه استریتو خالی از بالاسا کردیم و اونم با این کار می‌خواست یه جورایی تلافی کنه. چرا نمی‌فهمی؟ بعدش تو اومدی و نجاتم دادی. بله خوشبختانه. خب مگه میشه رفیقت لمار تو دردسر بیفته و بعد فرانک نیاد نجاتش بده؟ میفهمی که چی میگم؟ ها؟ نه نمیدونم. به نظرم که خیلی خوش گذشت سیا. بهم نگو مثل روزای قدیم کیف نکردی. اون دوران دیگه تموم شده بیخیال. ولی همون حسو داشت. باشه بابا. با نجات جون جنابالی خیلی حال کردم. خوبه؟ بفرما. خیلی هم سخت نبود. باید قیافتو میدیدیم مرد، همش داشتی میگفتی کمک کمک، تو رو خدا کمکم کنین، دارم منو برو بابا. رفتی خونه شلوارتو عوض کن مرد، بوی خرابکاریت کل اینجا رو برداشته. برو گم شو، برا مهم نیست که بمیرم. افتخار میکنم یه ارتش فرستادن دنبال یه سیاه. دنبال تو فقط دوتا بچه میفرستن، میفهمی؟ قیافت شبیه کسایی بود که میخواستن گریه کنن. سیا بگمونم باجی لامار واقعا امروز اینه که بدون خبوزی با رفقا خوش نمیگذره سیا، مگه نه؟ آره اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد. ولی اوضاع خیلی خراب بود مرد. ببینم میشه یه چند دلار بهم قرض بدی؟ وضع داداشت زیادی خوب نیست، میدونی چی میگم، که زندگی خیلی سخت. خیلی خوب، چرا که نه، بیام. میدونم الان برای خودت کسی شدی و زندگی خیابونی رو کنار گذاشتی، ولی ایول مرد، میگم یه وقت ورشکست نشی. یعنی ایول دمت گرم. این پولیه که یه سیاه برای ماشین دزدی و این چیزا گرفته، بعد یه تیکشو میندازه جلوی یه گدا تا بره برای خودش یه ساندویچ چیزی بخره تا از گشنگی نمیره. اینطوری نگو مرد، چون اولا هنوز پول اون ماشینا رو نگرفتن و بعدش جون جنابالی رو نجات دادم. برام مهم نیست چند بار تو دردسر بیفتی، چه یه بار چه صد بار، مطمئن باش بازم میام نجاتت میدم بیشور. خب باید بدیسیا. خب بیشوری داداشی. منم همینطور، ولی تو قرار بود سر به زیر باشی، همش تو رویا سیر میکنی. خیلی خوش شانس باشی، شاید تاش مراسم ختم شلوغ گیرت بیاد. به مراسم ختم منم حسودی میکنی ها؟ چی؟ چرا به مراسم ختم کسی که صد بار نجاتش دادم حسودی کنم؟ آه ممنونم داداش، خیلی ممنونم که سیاه تو ول نکردی. میدونی چیه؟ اگه فقط یک هم آدم بودی یه کار پیدا میکردی. آخه گنگستر بازی اون چیزا چه سودی برات داره؟ چرا نمیفهمی؟ ببخشید آقا یه مایه دار، منو ببخشید قربان. ممنون که به یه سیاه گدا مثل من کمک کردی. حالا میتونید برید قربان. منو چی فرض کردی سیاه؟ گم شو بابا. نه خیر خودت برو گم شو سیاه. فکر میکردم داداشیم، ولی مثل اینکه دیگه کار از کار گذشته. اصلا میدونی چیه؟ اگه کار خوب پیدا کردم حتما بهت خبر میدم، خوبه؟ باشه هرچی تو بگی. وقتی خبرم کن که بالاخره معنی دوستی رو فهمیدی سیا، میفهمی؟ ما از مهد کودک با هم بودیم. خیال تخت، وقتی کار پیدا کردم بهت میگم، چیزی نیست. بچه باشه سیا، به هر حال من تو محلم، البته یادت باشه محلمون کجاست. بچه همیشه رفقاتای طولانی. سلام فرانک. من شما رو نمیشناسم، ما کارمون تموم شده. ای هنوز کارمون تموم نشده، هنوز نه. نزدیکه. این دفعه میخواییم چی کار کنم ها؟ رئیس جمهور رو بکشم یا بهش پسی بزنم یا به کشور حمله کنم؟ بابا نه، یه چیز معقول‌تر. کاری که باید انجام بشه. ای وقتی زمانش برسه تو باید ترفر پیرو خلاص کنی داداش. مایکل معقوله، ولی ترفر ترفر نیست. ترفر یه بار اضافه است که هیچ کدوممون تحملش رو نداریم. ترفر تو رو نجاتت داد، بهتر بگم هر دو تونو. و مایه تاسفه. ای وقتی خبرت کردیم این کارو انجام میدی. خب به مایکل بگی من با ترور مشکلی ندارم. مایکل نمیشه. ببین ترور آدم انیه، ولی سر مرامی که خرج کرد اون دیگه کی بود؟ ببین کسی نبود، برو خونتون دیگه. تو هم با کشور که سهله. قاره بیار وسط، قاره بیار برام. کسافتا ترور عمرم بکشم. ترور عشق آجی کلا 50 دلار رو بدبخت دادی اینطوری چیز کرد. تو 50 دلار الان چقدر میشه تو ایران؟ 3 میلیون خورد. خدا ما بریم مشن بسیار خفن مایکل رو بریم که بعدش بریم برای دزدی بانک. داشت من همین الان سوار ماشینت بودم. چیلی با این ماشین داری میری؟ برام سواله. بابات خره حیوان. کثافت. باشه بریم راندش که. دیو باشه دیو وقت کن. چونستی خوبه؟ بازم نجاتت دادم دیوی، بر بار دوم.
رانک زن آجی به خدا بچه ها خودتون دید شاهدید دیگه نه چه تو واقعیت هم همینه یه ها میپیچن چه چرا بنازیم گردن مامور سانچز خودم قضیه سازمان و FIB رو حل میکنم فعلا مشکل اصلی تروره خب تروبر برای چی؟ آره خب به خاطر مریودر گانگستر چینی دیوونگی کاملش و غیره میتونم استیو قانع کنم تو قابل کنترلی ولی تروبر نه استیو؟ اون الان قهرمان زخم خورده ماست باید با... فقط دست از سر من بردار آخه حاجی واقعا خیلی چیز بدیه وقتی بهت بگن که آره رفیقتو میخواییم بکشیم و منم رفیق بچگیت جلوه کشور رای میستم براش اون عوضی که جای خود داره من اومدم سلام هالیوود وایسی دوستان جنبه نداری دایی تصادف کردیم اوکی یه بار دیگه بهم ستاره بده به جون مادرم مش میافت صورتت به به ماشین های لاکچری رو به به سلام بان شما بازیگره بلحدید هستی؟ سلام من از دیدنت خوشحالم دوی تو اینجا چی کار میکنی؟ تمومه مایکل کارت واقعا خوب بود کاری کرده بتونم با کنسل کردن پروژه سینماییتون برم و یه پول قلمبه از بیمه بگیرم عاشقتم تو الان برادر معنوی منی مایکل سلیمان کجاست؟ رفته فیلم یا نگاتیو پروژتون رو ورداره بیاره خیلی سرعتش پایین بنده خدا صد سالش درباره چی حرف میزنی؟ ببین فیلم تقریبا تمومه پس اگه الان کنسل بشه سرمایه گذارا یعنی ما یه پول قلمب از بیمه میگیرن با همون پول میتونیم بقیه سهاما رو از پسر احمق اون پیرمرد بخریم بعد میتونیم اینجا رو بکوبیم و یه برج مسکونی جاش بسازیم و با این اقتصاد از مالیات هم معافم میکنن شاید تخفیفم گرفتم واقعا شاهکاریه و همشم به لطف تو؟ و چشم تیزبین مالی به قوانین بیمه است مایکل سرمون کلاه گذاشتن جفتشون یه مش آدم شارلاتان گرگهایی تو پوست بره سعی کن خیلی سخت نگیری آقای ریچارد شما از انسانیت بوی بردی؟ مردم قبلن فیلم باز بودن الان چی؟ همش سرشون تو گوشیه و تو زندگی دیگران سرک میکشن خب این تصویر منه من خیلی آدم لطیفیم الان واقعا ناراحتم ولی الان عصر تکامل پس آقایون مالی نماسته میشه فیلمو بگیرم آقای ریچارد هواپیمام تا 25 دقیقه دیگه میره خب بیا یه کاری بکنیم حداقل بذاری فیلمو تموم کنیم بعد اینجا رو ببندین متاسفانه زمان ما اجازه نمیده خداحافظ آقای ریچارد اون داره فیلمو کجا میبره؟ تنها کپی رو از کشور خارج میکنه میبره به یه جای خوب و امن آنالوگ خدایا قطعا مشکلات خودشونه مایکل میتونی کاری کنی؟ نه نمیتونه کاری کنه رفیق اجتناب ناپذیره زندگیم قبلا یه بار نابود شده الانم تو میخوای نابودش کنی؟ عمران من یه تهیه کنندم هیچ کس به فیلمم دست نمیزنه Let's go baby برو فرودگاه باش حرف بزن همین باش حرف بزن بنگ بنگ بیبی بنگ بنگ اون زنه را چه من میخوام بگوشم حتی کراشه داشتم تلویره ولی خب یه اینجا سلطان به فیلم من دست برد میزنید دارم میام آره آروم بگیر پهلوان درست فکر نمی کنی ای من برام مهم نیست تهیه کننده فیلم دقیقا این کارو نکن پهلوان فکر کن پلیس اسکورتش میکنه داره میره آشیانه شخصی من نگهبانای برام فاکینگ مهم نیست میخوام قبل اینکه بلایی سر فیلم بیاره برش گردونه دقیقا من خیلی ترسوه وای نمیسته با یه قاتل روانی که دنبالش صحبت کنه من همچین آدمی نیستم حداقل امروز نه ببین من نمیخوام به کسی آسیب بزنم فقط فیلمو میخوام آروم باشو از مغزت استفاده کن خوشگذرانی تمومه نه مغز سویچ آف عزیزم سویچت آف میخوایی چه گایی بخوری؟ نمیخوایی چه بیرید کف گروه سریت اسلحه بکشیم گوزو اینجا من یه عمر افسردگی رو تحمل نکردم که تو این نکبت به این حرفا رو به من بزنی بابا تا در میارم آه خدا نگاش کن زنه رد داده رد داده نه یه چی دیگه باگ خانم شوارس نیازی نیست به ترسید پلیس لوس سانتوس آشیانه رو اسکورت کرده منی که بیه ارتش چیز رفتم سرویس کردم
اخبار عزیزم، بیا اینجا اخبار رو بهت نشون بدم. چی دوست دارید؟ ببین جلوم به بمب برنامه، جلوم به بمب برنامه. لازم نیست اینقدر سری برید، لطفا آروم باشید. تو صورتت بمب رو میترک کنم. بچو عقب با کنین گودی میرون. ایوال بازه بود. بازه بازه، بیا بریم. او لعنتی، بیا اینجا، بیا اینجا. اوکی بیا اینجا، بیا اینجا عزیزم. حاجی دارن تو چیز ما رو نشونم میدن پشمام. بیا اینجا. نه 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 نه، وایسا میخوایی هواپیما پر توریست. بیا عقب، تو به کشتم بدی. بایس اینا جواب شما نیست ها. بایس نه نه نه، یه خوب بزن کنار دیگه. بایس آره، ببین آرزوت میشه کشتن عزیزم، آرزوت میشه کشتن. قربونت برم، فیلمنامه منو بده. تو الان به کمک نیاز داری. بینگه ای وایسا، مراقب باش. ای زنه کجاست؟ دوستم زنه رو ببینم. پلیس رو گم کن. اوکی بعد پلیس رو حتما گم کنم. چون تو چی میگی گوزو؟ بریم بچه ها، بودا با جت شخصی بریم. بریم. او مای گاد، دوستان اگه بذارید من برم خیلی خوب میشه. اوکی منظورت هواپیمایه که چشم. بریم اوج بگیر، اوج بگیر قشنگ. تموم شد، تموم شد. خب میشن کمپلیتد. این نمار رو باید جایی ببرم بالامان. خب یه زمان عاشقت بودم تونی، ولی چیزی بین ما نمونده. میدونم الان تلقین رو ترجیح میدی. آخه سلیمان الان همین چند دقیقه پیش وکیل دوین با کله رفت موتور هواپیما. همون زن مالی؟ خدای من وحشتناکه. نه وحشت کرده بود، داشت بود. در میرفت که یهو کشیدش داخل، ولی فیلمو گرفتم، الان فیلمو داریم. قضیه ی آنالوگ باورت شد؟ همه چی دیجیتاله، همه جا کپی داریم، رو پرده سبز فیلم برداری میکنیم. خب حداقل به هم میگفتی. متاسفم، ببین فکر کردم میدونی. خیلی خرید من تمومه و باید خارجش کنم تا دوباره سرمون کلاه نرفته. خبر افتتاحیه رو دادم، بس دیگه نمیشونن دورمون بزنن. افتتاحیه؟ برای فروپاشی؟ خیلی خوب. ای به حاجی بودن حقه من رو بزنم. میشه دعوت کنم؟ بالاخره باید به چیزی افتتاح. ولی جالب بود، حال کردم باش. ایده با حالی بود، هواپیما رو ول دادم تو نیک هواپیماه. خیلی حال داد. با اینکه مردم. من لباس بخرم برای مراسم عزیز دلی. این چطوره؟ برای دن لباس ورزشی نباید چی بخرم من؟ برو دیدن جیمی. خود جنسی از این که با من دیر مرسی نمیرم فالا جون. اینجا رو ببین، با لیموزین اومده. پسر ما هم به یه درد میخوره، حاجیش لباس اسپورت با حالی بوشیده. تئاتر اورینتل در بولوار واین وو. اون نوشیدنی رو باز کن جیمی. وقتشه به خاطر امشبه سم جشن بگیری. حلالوزون کجا میری؟ بم بم بابای ما یه تایی کننده جیمی برگرد اینجا. آهای من پسر یه تایی کننده جیمی.
قراره با این همه پولی که دستمون بیاد دو تا چیز خفن گیرم بیاد، یکی ماشین و دومی اعتیاد. بعدش منو دعوت میکنم به برنامه معتادا و منم با حرفم مردم رو احساساتی میکنم و بعدش حسابی معروف میشم. خسته نباشیم، واقعا پلن خیلی خوبیه. و بعد از پول پدرم استفاده میکنم تا خودم رو تهیه کننده کنم و مثل بابام یه مش فیلم به در نخور بسازم، چون من اصلا به این که چی میسازم اهمیت نمیدم. آره اصلا هم برام مهم نیست. آره صداقت تو دوست دارم. ولی بازنده ها جیزل رفته تو کار فیلم، میشنوی واین بود؟ میشنوی واین بود؟ آره همه شنیدن. بس کن بیا پایین، داریم میریم تئاتر اورینتال تو بلوار وانگ بود. بیا پایین، از امشب من و بابا مثل بادمجون میریم قاطی میوه ها. ما امشب دعوت شدیم بدبختا، اونم درست تو جایگاه وی آی پی. جیمی لقب منو به خاطر بسپرید. ستاره ست الف ستاره، من یه ستاره فواره گوز. آه بابا بی خیال. باشه باشه ببخشید. اصلا حال خودشی در چرت و پرت میگه. دیوین جیمی یه لحظه خفه شو. هی دیوین گوش کن، درباره مالی متاسفم ولی من کاری نبودم. بهت گفتم آروم بگیری، اون فقط یه حادثه بود. درسته که من اونجا بودم ولی من هیچ کاره بودم. آره راست میگی، ولی تو از من یه احمق ساختی مایکل و این چیزی نیست که فراموش کنم. بهتر منو تهدید نکنی، چون این فیلم شب اکرام میشه. دقیقاً خون سردی تو حفظ کنی تا همینطوری با هم دوست باقی بمونی. باشه؟ آه بله حق با توه. گذشته ها گذشته. نماسته. آره نماسته. فرش قرمز. به به نوکرتون هم دوستان، به خاطر فیلم مزخرف میگه ساختی بهت افتخار میکنه. ممنون جی. دختر کجا؟ سلام بانو تو کی هستی؟ دارن آماده میشن که بیان افتتاحیه. آه آره راست میگی. تا حالا با خودت فکر کردی که چرا باید با همچین کارگردنی کار بکنی؟ آره آره اتفاقا بعضی وقت بهش فکر کنم. ممنون آنتونیو، خیلی خوبه. من هستم در افتتاحیه فیلم فروپاشی در کنار ستاره های بزرگ و مشهور سینما. بریم با چند تاشون مصاحبه کنیم. بزن بریم. بالاخره تونستی سلیمان. تونستی. آره گوره بابات سرنوشت. شاید من یه پیرمرد زنگ زده باشم ولی بازم افتتاحیه فیلمم تو تالار اورینتال، اونم وسط بلوار واین بوده. اون تو میبینم اتون. آره حتما. از فیلم لذت ببرید. آقای ریچارد، آقای ریچارد سلام، میشه یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟ من لازلو هم از شهرت یا خفت، خیلی دوست داشتم تو یکی از فیلم های شما بتونم. آره چرا که نه، باید یه روز بیای دفترم یه نقش خیلی خوب برات دارم. آه خدای من چه نقشی؟ نقش یه چوبه که باهاش چاه توالت رو باز میکنه. بی تربیت. بیا نه 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 بی خیال، دروغ میگه. خب هیچ وقت جرایی نکردم بی خیال. ملتون ببخشید مزاحمت شدم، یه سوال سریع بیا اینجا رو بگید. خیلی خیلی فیلمتو دوست داشتم. ممنونم محبت داری. وقتی خرس قطبی بودی و مجبور شدی بچه خودتو بخور، یعنی اون خیلی صحنه احساسی بود. زازم سرش گریه کردم. من باید برم فعلا، خدا نگهدارت. زود باش بیا. خیلی خوب بیا بریم. او لازلو جون. خدای من زود باش بیا. خب پس اون کجاست؟ انگار کالت گذاشته. هی امیدوارم دیر نکرده باشم. چه شبی بشم دیوین، اینجا چه غلطی میکنی؟ هی عجب فیلمیه ها؟ فروپاشی. تبریک میگم مایکی، تونستیم. هی بیا عکس بگیریم ها؟ منو زنه چیز کجاست؟ از کار کردن باید لذت بردم. میبینی؟ من اینجا بودم برعکس زنت، انگار تو خونه. آره راست میگه. ای نامرد میکشمت. او مای گاد، او مای گاد. وایسا مامانو تریسی کجان؟ دقیقاً دنبال همینم. دخترو تو درد سر افتادن. نه عزیزم دو دقیقه دو وقت. اوکی لتس گو لتس گو دنجر، وقت شسته بشن. خیلی عوض میخوام. بشن دستا چیه؟ وای خدا از این پسر. اون پولدار عوضی دلش ازم پره، چون فیلمو از بین نبردم و بعدش هم وکیلش مرد و حالا میخواد به دختره آسیب بزنه. یعنی وکیلشو کشتی؟ حالا اون آره. میخواد مامانو تریسیو بکشه؟ آی بردش بوره وکیلشو ببرن. پس یعنی وکیلشو واقعا کشتی؟ نه معلومه که نه من اتخاری نمی کنم به شما تو درد سر بیفتید.
خیلی خوب، تو میگی افتاده. اون داره میاد برای انتقام و میگی تعدادشون زیاده، یعنی اون یه گنگستره؟ خفه شو پسر. گنگستر نیست، فقط یه آدم پولداره که نفوذ خیلی زیادی داره. البته مطمئنم همش حرف مفته. بچواد آبادی، اون که ماشین ما نیست. نه عزیزم، جیمی برو قایم شو، من میرم دخترها رو جیمی قایم شو، این حرف حرف مردونه است. پسرها هیچ کاری نهارن. بخشید با شادگان نهب میرفتم. با شادگان نهب میرفتم تو. خیلی جرگی شدم. چه غلطی میکنی؟ بد شده دیگه من، یکیشو میشه تریسیه. تریسی الان دارم. ماما بابا تو رو خدا کمکم کنی، نذاریم بر. حاجی عجب حیوانیه تریسی مار، یعنی یه بار یه دور کل خانواده رو نابود کردم، بعد رفتم برای نجات. وایس بابا کل تام بذار جیریز ویریزش کن. البته دست تریسی هم بشه طبیعتاً اونا برمیگره. تریسی تو با دخترمون اونجاست. برو 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 برو، استرس نداشته باش دخترم. ایزی گوش کنید، همینجا بمونید، بیرونم نیاید. عزیزم مراقب باش. نه ترس، نگران من نباش. دست ها بگو دو 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 دیالوگ فقط دانلود کردم، لنگویجو دیگه ندارم. بابا واو، یه بارم فقط جیمی نمرد هاجی توی این مشن. شوهد آبادی آجی، من چم شده؟ من چم شده؟ این حتو بایس نه هنوز نه عزیزم، همونجا بمون. اینطوری تیراندازی میکنن. آروم باش عزیزم، آروم باش. خب بابایی جانم خوبه؟ آره 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 من خوبم عزیزم، همونجا بمون. اونا اومدن ما رو بکشن. نه ترس، آروم باش. دقیقا خدافز، دست به این خانواده نمیزنید نکبتا. آه خدا، کاردوس اینو ببینه سکته میکنه. دقیقاً بایس از خونه من گم شید بیرون. نایس ریسی، آمادا بیای بیرون، همه چی پاکه، اونا رفتن، اونا مردن. ندید چه شوهده آبادی. ببین مال این حرفا نیستی جوجه. چیزی نیست. جیمی جیمی لعنتی جیمی یه بای همینجا حساب تو میرسم، تو که بزرگ گوشته. جیمی یه تی بگ داری میره. نگران نباش، همش واسه خودته. ابله برو گم شو اون بار. فکر کردم اون یکی بود. اون میخواستی بشینی رو صورتش؟ میخواستم مطمئنشم مرده، ولی خوب حالشو گرفتم اگه نه. گوش کنید، باید تماس بگیرم باشه؟ همه چی مرتبه، همینجا بمونید. پش بابا جذب بشنه با حالی بود اروپا چی؟ خیلی بشنه با حالی بود، خیلی باحال کردم. اومدن تو خونم لستر، تو خونم. از آماندو بچه ها خواستم چند روزی برن. از گفتنش متنفرم، ولی مری ودر کلی بهونه داره تا بیاد بکشتت. دوین وستن که دیگه بماند. من نظرتو نپرسیدم لستر، اومدن سراغ خونه بادام. خیلی خوب خیلی خوب، نمیدونم چی باید بگم. این نظرتو درباره خزانه اتحادیه عوض کرده؟ عمران، قبل اینکه اوضاع خراب شه سری میریم سر وقتش. عاقلانه است. بیا کلوپ ترور، با فرانکو ترور صحبت میکنم. باشه. اوکی اوکی بچه ها، اینا خیلی دنباله اینن که بردارن اون چیزه رو عملی کنن. ساعت 8 ساعت 8 شد و
هایده به موقع آن تایم عاشقتم به خدا هایده یعنی نور به قبرت بباره آمانداست مایکل پیداشون کردی؟ کیو؟ همونی که آدم هاشو فرستاده بود بیان سراغمون دارم روش کار میکنم الان در امانیم؟ تو که گفته بودی از این به بعد در امانی؟ آره در امانی ببین آماندا عزیزم دیگه این اتفاق نمیفته واقعا؟ مطمئنی؟ آره عزیزم ببین من مطمئنم من دوستتون دارم از هر کاری میکنم که از شما محافظت کنم آخه چه میگرفتیم از مردم؟ حالا یه رو بود منو ترکه کنم ای شرمنده دیر کرده آو داشتیم درباره تو حرف میزدیم تا چند ساعت بعد دیگه هیچ وقت دربارم حرف نمیزنیم این چرا؟ تایی که حرف زدن دوست داره شما دوتا حواستون به خودتون باشه گم شو گم شو کافیه ممنونم خیلی خوبه دیگه. خوبه اینجا دو تا گزینه داریم که هر دوشم یکم مشکله ولی خب چه میشه گفت گزینه اول سرقت. ماشین زره پوشه اونا رو میگذیم گروه رو گروگان میگیریم بعد به خزانه نفوذ میکنیم وقتی رفتید اونجا و طلا رو گرفتید چند تا ماشین ارتقا یافته میفرستم بارا میزنید و میرید بیرون باید به سیستم حمل و نقل نفوذ کنیم و واسه فرار دستکاریش کنیم ولی روش دوم روش حواس پرتیه یه کاری میکنیم فکر کنن احمقیم همین الانشم همه همین فکر میکنن دو نفر دیگه دریل میکنن هرچی بشه بر میدارن تو باعث حواس پرتی میشه خوراکش جلب توجهه میدونی برای کسی که 10 سال حواس رفیقشو پرت کرده خیلی افتاره که اینجوری بهش نگاه کنی باشه باشه بذار تخته رو نشونت بدم خب به طور خلاصه اینا گزینه هامونه یا یه کاری میکنیم طلا رو بهمون بدن یا یه سوراخ بزرگ بغل بانک درست میکنیم و برش میداریم اگه بخوایم یه سوراخ بزرگ درست کنیم یه دریل بزرگم میخوایم یه ماشین تونل کن من پیداش میکنم ولی باید بدزدیشو نزدیک بانک انبارش کنی اونجا دارن یه تونل مترو حرف میکنن پس از اونجا میرید تو و واسه فرارم بالگرد میخوای ترور یکی داره که میتونیم از اون استفاده کنیم اون یکی هم میخریم کسایی که رو زمینن یه ماشین فرار میخوان پس یه چیز سریع و مقاوم میخوایم ماشین رو ارتقا بده که شانس فرارش از پلیسا بیشتر بشه باید توی پارکینگ نزدیک خزانه پارک بشه اینطوری کلی دردسر داره پس حواست باشه یه چیزی یادم رفت آه همینه یه قطار میخوایم تا طلا رو بندازیم روش و ببریمش انبار باید بدزدیش بازم اطلاعاتشو برات میفرستم خب اگه دنبال یه راه لطیفتری میشه ماشینای زره پوش رو دزدید و خب یه میخچه پلیس نیاز داریم فقط پلیسا مجوز اینا رو دارن پس اینم مشکله دیگه چی؟ آها باید چند تا ماشین سریع هم برای فرار آماده کنید ماشینای معمولی تحمل چند تن طلا رو ندارن در مجموع 4 تن اینو از نفوذ به سیستم گاوصندوقی که میخواییم بزنیم فهمیدم خیلی خوب خیلی خوب آخرین چیز روگذری که با بالگرد دیدیم و یادتونه اونجا پلیسو گول میزنیم تا رد شما رو گم کنن مایکل لطیف یا مشخص قرار کدوم باشه حاجی خیلی سخته مشخص من با هلیکوپتر بیشتر چیزمی چرا چون مثلا به فنا بره خیلی خوب پس از داخل دیوار میریم یه گروه اسکلتی میخواییم باشه دوتا سربازا دوتا راننده اولین راننده میشه خلبان یکی از بالگرده و از اونجا فراریت میده. نصف طلاها بار این بالگرده پس بهتره یه آدم درست حسابی انتخاب کنی. چشمی خدمت شما. ای بابا انت دانلت. راننده دیگه ای ندارم. آه خیلی خوب. این یکی تازه کاره. رانندگیشو دیدم ولی تحت فشار ندیدمش. تفنگدار اول با فرانکلینه. تونل میزنه و طلا رو خارج میکنه. تفنگدار دوم با تو میاد سالن بانک. وانمود میکنه دوتا احمقت که شانسی اومدید دزدی. اول تیم سازمان. اینم یه دونه حرفه‌ای میارم. ما فقط یه شانس داریم. حاجی با همه حرفه‌ای دارم میرم. امتحان کنی؟ Yes. Let's go. عالی خیلی خوب. دستگاه حفره تونل رو بگیریم آماده کاریم. همش دنبال افتخاری. ببینم تو ایده بهتری داری؟ نه، وگرنه منو میکشتی و خودت تنها میرفتی. آخه کدوم احمق از خود راضی میگه که بهترین راه دزدی از بزرگترین بانک کشور اینه که خودش تک و تنها از در جلو بره. همون احمق از خود راضی که مجبوره با تو خر کار کنه. خیلی خوب، خیلی خوب، کافیه، بس. بیاید بریم. میشه یکم آروم باشین؟ بریم سراغ کارمون. خب بچه‌ها من پیش نیازهاشونو برم بگیرم خب. بعد قطعاً نفسم عشقم
توی همه کسم وای که چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم. بچه ها من سعی میکنم که این پارت ریزکاری های مشون رو در بیارم که پارت بعدی یا بشه پارت آخر به احتمال زیاد شاید بشه نمیدونم و یا تریسی تریسی عزیزم. بابایی تو حالت خوبه؟ آره معلومه، چرا نباشه؟ چون یه مشت آدم مسلح مثل وحشی ها ریختن تو خونمون. عزیزم نه عدیه. خیالت راحت، من همین دوباره ریختم. وقتی بمیری پول هیچ اهمیتی نداره بابایی. آخی مشنا رو بهم بده، من میرم سراغ انجامش. چرا مشن بهم نمیده؟ آه اینجا زده کلا 4 تا ماموریت دیگه دارم پشمام. پس به احتمال زیاد پارت آخر پارت بعدی باید بشه. خب یه ماشین حفر تونل تو شرق لس آنتوس. ایول بالاخره یکی یه چی بهم گفت. من قبلش بچه برام ماشینمو اسپورت کنم، اینو اسپورت نکردم، این شورلت رو حیفه. دوستان من به این دریل حفاریتون نیاز دارم، بعدش من ماشین اسپورت میکنم. حل شد رفت. به نگهبان پارکینگ بانک پول دادم، اون درو برات باز میکنه. حله. خب این از اولی، بریم برای دومی. دوستان این از تو که دیگه سری دیگه این گوه نخوری، این هم از تو. خب جعبه کنترل برسیم کثافت های لاشی. حل بریم تو کارش. با قطار. اوه این هلیکوپتر. واو نایس، چه باحالیه. ببین کجا باید برم، چرا هیچ چیزی نمیگه. موتور قطار رو بردارم. خب بگو دیگه از اول. لوکوموتیو رو انداختم، دارم برمیگردم. یه واگن. آها راست میگه، قطار برمیگرده طبیعتا یه واگن رو بردارم دیگه. خب اینم از این. من فکر کنم مشن دیگه ای نباید داشته باشیم، درسته؟ آیا؟ اینم لستر چی میگه؟ خیلی خوب، منتظر تماست هستم. او وسیله نقلیه مناسب برای چیز نداریم. یه لحظه من باید برم سمت شهر. کدوم بره؟ شهر کدوم بره؟ پاتریشیاس پشمام. چرا بر؟ دلم بر صدا تنگ شده بود. همه فکر و ذهنم پیش توه. مارتین باهات خوب رفتار میکنه یا هنوزم؟ تو واقعا پسر مهربونی هستی ترور. یه مرد فوق العاده ای. من واقعا دلم برات تنگ شده. آخه اون اومد، باید برم دیگه. چرا زنگ میزنی بابا؟ جدا شو ازش، بعد حالا بیا با این. حالا اون بنده خدا که گناهی نکرده که. بیدارم بیدارم بیدارن چشمام. حاجی قشنگ آهنگه مخصوص اینجاست. حتی به مانه چه 600 میلیون آهنگ عوض کردم. با تو بودن احبه تو قلبم با لستر وسیله فرقی که فراموش نکردی. اوکی برو برگشت نزاشتی بچوده خدافز یالان دنیا. میندازم وسط بزرگ این ماشین خوشگل پیدا میکنم پارکش میکنم بغل همینجا. اوه اینا ماشین قشنگه. بابات من از این برم به تو چی کار دارم؟ اونو بر نکست ماشین من بود. تو هم نه، این ماشین مناسب سرقته. اوه ببرم این تعمیرگاه سریع ترش کن. اوکی بیبی اوکی کار خودم این. بچه ها ای یک تا در ماشین دوزیمون چقدر میدی؟ چراغش خود شخماتیکه ولی ای حاجی رنگش تو قشنگتر بود. خدا وکیلی رنگش تو خیلی قشنگتر بود. همینجا پارک کنم خوبه؟ همینجا مناسب نیست، دارم اینجا دیگه. نوکرت هم نداشت دیدی چی گفت؟ زهر مار نکبت. اینجا ما زیاد گو میخوریم بچه، دقت کردین؟ حرکت های زیادی میزنیم اینجا. اینجا بکنم دیگه اوکی حاجی، اینجا دیگه جدی با اوکی باشه. زنم زنم لستر وسیله فرار آماده است. ایول خیلی خوب، کارت خوب بود. نوکرت هم اصلا باید میبولم شده دیگه. من گفتم نزدیک هم بارکش کنم مثلا دیگه علاف نشیم. معلولین بره فکرم پارکینگ به اسم لستر قشنگ. به به یعنی میگه این ماشینه رو برنردم برم بیرون. به به بچه ها پارت بعدی مشن اصلی رو داریم که دزدی و سرقت بزرگه و بعد از اون پارت بعدی به احتمال زیاد پارت آخر اگرم نباشه پارت خیلی طولانی خیلی که نه ولی پارت طولانی قراره بشه. خلاصه که بچه ها چون نمیدونم احتمال میدم که دیگه تموم باید بشه بازی، تا الان یه چند تا مشن دیگه دارم. بذارید وضعیتم میتونم چکش کنم توی چک لیستم. آره 3 تا مشن دیگه بازی تمومه. خلاصه که لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. ویدیوی دیگر خدا نگهدار.